آیا میتونیم دان مرغ رو به بلدرچین بدیم و آیا بعد از خوردن این دان برای بلدرچینامون مشکلی پیش میاد یا نه؟ اگر میخواید جواب این سوال رو بفهمید تا آخر ویدیو با من همراه باشید. سلام، خوش اومدید به این ویدیو. قبل اینکه بریم دلایل آره یا نه و جواب بهتون بگم، حتما این ویدیو رو لایک کنید و چنل منم سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم روی آل قرار بدید تا وقتی که من ویدیو جدید براتون منتشر کردم شما باخبر بشید و بتونید بیاید اون ویدیو رو هم ببینید. خب جواب سوالی که اول ویدیو پرسیدم که همون دان میتونیم بدیم یا نه خیر هست. چرا؟ چون که ببینید نیازبندی های بلدرچین با مرغ متفاوته و اون دانی که برای مرغ داره به فروش میره و به اسم مرغ داره به فروش میره برای جدول نیازمندی و نیازهای غذایی بلدرچین ترکیب شده و به عنوان مثال ذرتی که داره بیشتره یا کمتره بهتون میگم ادامه ویدیو، ذرتی که داره، سویایی که داره بیشتر یا کمتره و اصلا برای بلدرچین مناسب نیست. یکم بحث تخصصی ترش کنیم. ببینید توی دانه بلدرچین توی یک تن تقریبا 15 تا 17 کیلو روغن مایع میگیره و توی دانه مرغ تقریبا 10 کیلو توی یک تن روغن میخواد و این بیشتر بودن یه دلیلی داره و اینکه مرغ روغن کمتری داره یه دلیلی داره و اینکه بلدرچین روغن بیشتری داره حتما یه دلیل داره و نیازهای بلدرچین رو داره توصیف میکنه و داره میگه که بلدرچین ها به روغن نیاز دارن و به چربی روغن نیاز دارن و این خب ما باید اینو تحلیل کنیم و بفهمیم. توی یک تن دان مرغی تقریبا 550 تا 570 کیلوگرم ذرت هست ولی توی دان بلدرچین توی یک تنش تقریبا 370 تا 390 کیلوگرم ذرت هست و این تفاوت یه دلیل داره و یعنی یه چیزی که چه ذرت هست بلدرچین نیاز داره ولی نه اونقدری که مرغ نیاز داره که اینقدر فاصله حدود 100 کیلو فاصله دارن، 170 کیلو میشه بگی فاصله دارن و این فاصله یه دلیل داره و دلیلش هم بهتون گفتم. مرسی از اینکه ویدیو دیدید. امیدوارم که این ویدیو خیلی خیلی به دردتون خورده باشه و اگر این ویدیو به دردتون خورد حتما این ویدیو رو لایک کنید و چنل منم سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم روی آل قرار بدید تا وقتی که من ویدیو جدیدی براتون منتشر کردم شما باخبر بشید و بتونید بیاید اون ویدیو رو هم ببینید. آخر ویدیو هم مثل همیشه دوتا ویدیو بهتون پیشنهاد میده که اون ویدیو هم حتما برید ببینید. پرست و پادرمت باشید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.